ستوده های معاون سردشخیم قضایی جلادان علیه مجاهدین در اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو و درخواست احمقانه وی برای رأی ندادن به قطعنامه های محکومیت رژیم و تعیین گزارشگر ویژه نقض حقوق بشر در ایران. خبرگزاری قضایی جلادان میزان 9 اسفند 1400 علی بابادی خطاب به نمایندگان حاضر در اجلاس 49 شورای حقوق بشر سازمان ملل بیان کرد بیشترین ترورها توسط مجاهدین علیه نظام انجام شده است، به طوری که از 17 هزار ترور 12 هزار نفر توسط عوامل این گروهک کشته شدند. کشورهای اروپایی و آمریکا تبدیل به مکانی امن برای گروهک‌های تروریستی شدند. این گروهک‌ها از همان ابتدا در برخی کشورهای اروپایی تشکیلات اداری داشته و عوامل آنها بدون هیچ محدودیت و پیگرد قضایی آزادانه در کشورهای اروپایی و آمریکا تردد کرده و برخی از این کشورها تبدیل به مکانی امن برای آنها شدند. با توجه به پهن کردن فرش قرمز برای حضور در جلسات و نشست‌های دولت و پارلمان و حمایت مادی و معنوی از آنها، در کمال تأسف مدتی است شاهد آن هستیم که سران این گروهک چهره حقوق بشری به خود گرفته و خود را حامی حقوق بشر معرفی می‌کنند. در همین چارچوب باید به ترور قاسم سلیمانی توسط رژیم آمریکا نیز اشاره کنم. این یک اقدام تروریسم دولتی و در نقض کامل حقوق بین‌الملل بود. قریب‌آبادی خطاب به رئیس اجلاس گفت جمهوری اسلامی صدور قطعنامه‌های وضعیت حقوق بشر در ایران و انتصاب گزارشگر ویژه را اقدامی سیاسی، گزینشی، غیر منصفانه و مبتنی بر معیارهای دوگانه می‌داند. از تمامی کشورهایی که عضو این شورای مهم هستند می‌خواهم که مسئولیت پذیر باشند و به برنامه‌های مبتنی بر سوء نیت برخی کشورها در ارائه قطعنامه و نصب گزارشگر ویژه که بیشتر به تقابل می‌انجامد و نه تعامل نبگویند.